هتا ممكن نمشاو كي يقابهم كميكن بلدك سباشو سر evidence based medicine خواهش کردیم که باز از سر بگویم نی اروم یکان چیزاش پرکتیک امشب هم میگیم سباش هم میگیم پرکتیک که یکم میفهمم که مغلق بود براتان اگر مشکل بود که آدم چطور در صحنه عملی از او استفاده کنه مثلا آدم از چی بفهمه که ایرمی تجربه که شده یا اینمی تداوی که از این راستی تداوی است یا در اثر تصادف شده یا است که خود وجود امینیتی وجود را از بین برده این یک مثال ساده شد برتان من میگم مثل که یک تعداد مردم سخت میکنن فکر میکنن در افغانستان رو بسیار چیز بچیم رخت خواه ورداشتی اولادت سقط شد خوینا آدم نمیفهمه که های رخت خواب بود یا 15% که امکانیت سپانتینیس ابورشن است او بود. اینی را طریقه است که آدم پیدا میکنه که آیا ای با سپانتینیس بود یا ایست که توسط ورداشتن رخت خواب شده بود. خوی اینی را در سال هاست که سر از این کار کردن. در سالهای 90 دخترایی که در چی می رفتن در اولمپیک و اونا در فرست ترایمستر پرگننسی بودن و اینا کلشون در سپورت های بسیار شاقه در اولمپیا می پرن وزن برداری و دویدنا و جمپا و آوازی و خیزای نیزه و عملی اشتراک می کردن اینی یک چی ابزرویشن استادی می گنی ره خب اینا لیه خب باید یک کنترول داشته باشه که چند فیصد یا که قدر کارهای شاقه را میکنن در اولمپیا مثلا فوتبال میکنن و مثلا والیبال میکنن و اینا کنترولش چیست؟ اینا چی کردن که به این شکل به می آشین که هست دکتر گلالای خطا خورده که پس به امینا را مچ کردن امرای یک تعداد مردم دیگه کسایی که مثل امینا واره نارمالیتی داشتن کدام ابنارمالیتی پیششان دیده نشد اینا را دیدن که در اونا مسکرج یا ابورشن چند فیصد است دیدن که این فیصدی ابورشن که در کسایی که مثلا چی نمی کنه کارای شاقر نمی کنن وزن نمی بردارن این فیصدی که دواست در دختره اولمپیک هم است. خوی اینی یک observation studies کنترول از چرا خوب نیست برازی که اینا را evidenceش میگن که خوی evidenceش evidence دو یا سیست چرا؟ از خاطر ازی که اینا را امو اسباب که سبب سقط میشه اینمی را پیش از اینا پس هر دو گروپ اینا تحقیق نکردن. اینا را باز اسبابش را میبینیم. این از خاطر اینی یک اویدنس است که اوقدر قابل چی نیست مگر یک اویدنس درجه دوست که پرابابیلیتی شکل روز براتون گفتم پی ولیو پی ولیو از صفر اشار صفر یک که باشه یا پایان باشه مانایش که امکانیتش ایست که امی سختی که دهی شده به اثر یک امکانیت و پروبابیلیتیز نه به اثر چی؟ نه به اثر کارهای شاقه اینمی پی ولیو را که نفرهایی که احصائیه را متخصص هستن این را باز از چا پیدا میکنن این حالا با سبا شاکو رفتیم این باز یک چند تا دیگه هم این یک مثال دیگه برتان میگم که حالا مثلا این کووید 19 آمده کووید 19 کسایی را که میگیره تقریبا 70%شان ایسمتماتیک است و اینا کلشان اکثرش خوب میشه مگر اینا دیگه خوی یک تعداد کسایی است که های ریسک است خوب میشه یا نمیشه اینا کسایی که میرن در شفاخانه اینا اگه کدام دوا را برای زی آدم شروع کنه آدم نمیفهمه که دوایی را خوب کرد یا خودش امینیتی خودش را خوب کرد یا این ریسک فاکتور که داشت ریسک فاکتورش سبب مرگزی شد یا ایست که اویش که سبب مرگش نشد دوای ما او را چی کرد
اینی را باید آدم کنترل کنه که بسیار زیاد مشکل است بول منوس چون یک قضیه نواست که آدم بگه که آیا خود وجودی را درست کرد یا ایست که تداوی ما شما برش فایده کرد بزده ای چون ریسک فاکتر ها که همو کمفاد فاکترز میگن که دیابت است و نفرم اپرتنشن است و سن است و چاقی است و دگر دگر اینی را باید آدم بلویشن کنه این ازش تجرید کنه که هر دو گروه بلکل مشابه استن اینه ایره ما مثلا دکسامتازون دادیم ایره ندادیم این حال ده ای چقدر فرق کده این از خاطر اینی evidence based medicine از خوب است که این حال شما که اگه آرتیکل هم میخونین از نقطه نظر از این را چی کنین که یک evaluation کنین که آیا ای evidenceش خوب است نیست در کجاش یک خلایا است در کجاش خلایا نیست کدام چیز دیگه باید میشد که evidenceش بهتر میشد ایره خب فقط برتان گفتم باعث یک مثال که شب سبا شما باز به سر مثال سر از گپ میزنیم اینا رو تمام حملایی که پیش از هفته بیستم است و اونا از وجود جدا میشن و یعنی امکانیت دوامش ایش نیست اینا میره بنام سخت یاد بکنه خب کدام است که threaten abortion است که خوندوزی است مگر هنوز خود رشیم زنده است قلب داره و اینا داره اینا لیترت نبورشن یا ایسته که سپ میکنه یا ایسته که دوام میکنه که شما کلتن دیدین انابتبل ابورشن چی است که یک ابورشن است که قابل جور شدن یا قابل جلوگیری نیست که پلاسنتا از چی خود جدا کرده کمپلیت ابورشن چی هست که خود پلاسنتا و ممبرین و اینا همش بیرون خارج شده افتیده معلوم دار کمپلیت ابورشن است که اینا شما رو معلوم دار کل شدیدیم فقط یک براتون مثل ابورشن است که در داخل خود رحم طفل و پلاسنتا و کلگی حیاتش از بین رفته مگر اونوز در اینجا مانده ای امکان داره که یک هفته بانه در اینجا ما یک حادثه شدیدیم که 5 سال در اینجا یک حمل نرمال 5 سال مانده که او را هیپوکرات به نام سنگ های رحم یاد میکنه تمام اقسام رخوه جذب شده تنها استخوانهش مانده من چون که اینجا سلایدش ما ماندیم یا نماندیم خب اینی که در معلوم دار incomplete abortion است که یک قسمتش ابورت کرده ببینین فیتوس ابورت کرده اینجا در حالی که پلاسنتا هنوز مانده خب اینا رو سر از گپ میزنیم که آیا علت از چی است منیجمنتش چطور است خب اپیدمیولوژی از چطور است اپیدمیولوژی از این طور است که 1% اف ریپروداکتیو ایج وومن سخت میکنن کسایی که در ریپروداکتیو هستن several alleged causes of recurrent pregnancy loss is controversial. اینی را باید خوب متوجه باشین در افغانستان یک چی هست که دفعتن سر تشخیصش فکر میکنن دفعتن تداوی را میکنن. اینا را باید شما ببینید که یک موضوع فوق العاده مغلق است. یک تعداد اسباب زی بسیار یک فیصدی زیاد اسبابش هیچ معلوم نیست. یک فیصدی اسبابش که معلوم است تداوی نداره. و 1% اسبابش که آدم بخواه بسیار ماینات سوفستیکیتد بسیار ماینات پیشرفته و جنتیک میخواه ای که آدم ای را امو عواملشه یا عوامل که عمومیت داره یا نه عمومیت نداره آدم تشخیص کرده بتانه بسیار کم است که اینا رو باید میبینین کدامش آدم مثلا در افغانستان کدامش آدم تشخیص کرده میتانه کدامش آدم نمیتانه خب Often emphasis is given, and even an emphasis given to unproven causes. Talking to the search, that today cannot elicit solid knowledge. Empirical treatment is common among treating physicians. که به صورت چرایی بدون از اینکه بفهمه تداوی میکنن این میگه بسیار زیاد عمومیت داره. اینال ببین جنرال ستیتمنتش چی هست شما دو رقم ابورشن دارین کلینیکل ابورشن و منسترال ابورشن
تا وقتی که HCG مخصوصاً quantitative HCG خون کشف نشده بود، فکر میکردم که سقطا 15% تمام حمله سقط میکنه. در حال اینمی را به نام clinical abortion یاد میکنه که مریض امنیروی پیدا میکنه، بعد از او فیتس میبره یا شما دینسی میکنین، زغابات را میبینین و خونریزی اونم 4-5 رقم را که پیشتر دیده. بعد از اینکه HCG به صورت حساس پیدا شد، این را به نام menstrual abortion میکنن. فهمیدن که نه، القا 75% وقت صورت میگیره. مثلا هر وقتی که انترکورس میشه 75% وقت القا صورت میگیره، مگر در 75% وقت پیش از اینکه عادت موارش خلاص شوه امرای عادت موار سقط میکنه، که روز دوم و سوم عادت موار یا روز چهارم یا پیش از عادت موار امرای HCG که بسیار اساس است، شما میفهمید در کابل هم است، آدم میتونه تشخیص کنه از روزی که چی شروع کرده، از روزی که القا صورت گرفته. از روز که القا صورت گرفته تا بال را ببخشید 3 روز یا 4 روز بعد از القا HCG مثبت میشه. یک گلاس آب خب برام بیار نفس. از روز که القا گفتیم که اینا آدم میفهمه که این نمی حمل صورت گرفته بود، دفعتا میبینین که HCG کمک بالا میشه، امر عادت موار HCG پس پایان میشه. پس از او خاطر است که چون به میلیون ها میخانیکیت است که یک طفل بیخی یک چیز معجزه است که اگر القا چطور صورت میگیره و با چطور میاد در رحم زرق میشه، غرس میشه که شما فیزیولوژیش میفهمین، و بازی چطور به یک طفل نرمال صدا یک انسان مکمل تشویم، این به میلیون بیلیون ها میخانیکیت باید به تمام منام منظم پشت یک دیگه کار کنه که حادثه صورت بگیره. از او خاطر چین یک موضوع فوق العاده مغلق است، چون یک فوق العاده موضوع مغلق است. 75% کار صورت میگیره، 75% کار صورت میگیره، مگر دوام نمیکنه، برای اینکه بسیار زیاد به چی ضرورت داره. با تشکر. و یک مکانیکیت بسیار زیاد مغلق ضرورت داره. خب اینی چی را یقین دارم میفهمین، اگر میفهمین برتون یک تکرار آسان است. اگر نی فیکندبیلیتی چی را میگن؟ Fecundability is the percentage of a pregnancy in 100 normal couple with normal intercourse pattern at the end of 1 year. که 20% است. اگر 100 مریض را، 100 زن شوهر را که نرمال هستن، تا به آخر سال ببخشید 20% گفتیم که نرمال هستن و نرمال کار را میکنین، این را غلط کردیم، 80% است. 75 تا 80% از این حامله میشن تا با آخر سال. در هر ماه چانسشون 20% است. از این خاطر است شما از مکل بیتر میفهمین که در افغانستان بسیار رواج داره که خوشو عروس خود میاره، میگه 2 ماه شده که عروسی کرده تا بالا عمل نگرفته. اینی واقعیت است که ضرور نیست که آدم وقت رو معلوم داره نظر معاینات کلینیکی و اینا آدم میبینشه، در غیر از او که آدم ری اشورنس کنه که هیچ گم نیست. تا American Fertility Society توصیهش هم ایسته که تا 18 ماه هیچ کس از نظر انفرتیلیتی باید ورک اپ نکنه، بعد از آرسیشون بعد از 18 ماه. تا به 18 ماه تقریبا 60-70% از این مردم حامله دار میشن. خب background issues. Recurrent abortion is referred to pregnancy losses during first or early second trimester, less than 15 weeks of gestation. That's recurrent pregnancy. Recurrent abortion
must be distinguished from periodic abortion during a woman's reproductive with occurs 10 to 15% of all clinically recognized pregnancy. Recurrent mobile death of اگه موبایل خود گپ میزنین مایکروفون تان رو گل کنین من هم میفهم که سوال میکنین یا ولی مایکروفون کی روشن است بی اگه مایکروفون سوال میکنین مایکروفون تان رو روشن کنین یا ویدیو تان رو روشن کنین که من بفهمم سوال تان رو جواب بدم و غیر از او اخلال میشه که گپ میزنین من هم میفهم که سوال میکنین یا ما بین خود گپ میزنیم. خب هر صورت 10 تا 15% تمام حاملگی ها منجر به سقط میشه. Recurrent losses are mostly pre-embryonic stage. پیشتر دیدیم. هنوز امبریو تشکل نکده که recurrent abortion وقت صورت گرفته. Recurrent pregnancy loss typically is defined as 2 or 3 or more consecutive pregnancy. تاکه در 2 یا 3 نرسه او را آدم به از سقطای مکرر گفته نمیتونه. Recurrent fetal losses is less common and recurrent fetal losses after 14 weeks gestation is infrequent. پیش از این uncommon است. قدر عمومیت نداره که گفتیم 15% است. مگر بعد از هفته چهاردهم باز بشه زیاد کم میشه. بعضی که ارگانیجنیسیس اینجا بالکل تکمیل میشه در هفته چهاردهم. اگه فرض میکنیم کدام سوال داشتین امی میکروفون تان رو روشن کنین سوال کنین که در مو وقتی که سوال میکنین اون وقت برتان بگوین که باز پسان یا پشتان نوشته کنین پسان با سوال میکنین. خب اسبابش چیست؟ جنتیک ابنرمالتیز این چیزیست که در حتی در امریکا مشکل است در موبایل مورد در ممالک که دیولپ نکردن در اونا معلوم دار تقریبا غیر ممکن است. خب چی هست که پرنترال استرکچر کروموزوم ابنرمالتی اپروکسیمیتلی 2 to 4% of parents will have balanced translocation or chromosome inversion. بالانس ترانسلوکیشن میفهمین چی رو میگه؟ که کروموزوم ها به قسم بالانس یک قسمتش امرو یک قسم اینی خب بالکل نرمال است. دینجا چی شده؟ یک قسمت از کروموزوم امرو این از کروموزوم معاوضه شده که اینی اینجا آمده اینی اینجا رفته. اینی رو بالانس ترانسلوکیشن میگن که هیچ کدام تداوی نداره و تشخیصش توسط معلوم دار کاری تایپ میشه که آدم کروموزوم هاشون رو تعیین کنه. No treatment is available. Prenatal diagnosis is recommended. این آدم prenatal diagnosis میکنه که کروموزوم ابنرمالتی دارن یا ندارن. غیر از این شما دیگه چیز کده نمیتونن. غیر از این که اگه از پدر بود باید از اسپرم دونیشن کنن. اگه از مادر بود باید اگ دونیشن شود. در غیر از دیگه هیچی کدام تداوی نداره. Molecular genetic abnormality. X chromosome inactivation. که X chromosome فعال نیست. از خاطر کدام تست هم در اینجا موجود نیست که آدمی را پیدا کنه یا معلوم دار قابل چی نیست. این بیونی یک تعداد است که اصلا تشخیصشان بسیار زیاد مشکل است. Recurrent pre-embryonic or embryonic aneuploidy. Aneuploidy is one of the most common causes of abortion. Even that menstrual abortion that we talked about, the 75%, is mostly caused by aneuploidy. What's aneuploidy? Aneuploidy چی هست؟ Aneuploidy هست که 2 sperm در egg داخل میشن. که کروموزوماشون 73 میشه. اینی عمومیت داره بسیار. این رو خب میفهمین که وقتی که در دور اووتیت اسپرما میرسه در حدود 2 لک 3 لک اسپرم بسیار صحتمند در اونجا خود میرسه. در این وقت یک چارج برقی
اوف تیگ منفیس چارج برقی اسپرماتوزوا مثبت است که اینا یکی دیگه جذب میکنه. اینا مجرده که یکی ازی داخل اوف تیگ شوه اینمی چارج معکوس میشه، هر دو چارج منفی میشه که منفی شد دیگه اسپرما رو کلش دفع میکنه. اگه نیخواهی 200 دانه کلش میخواه، 2 میلیون یا 2 لک دانه کلش میخواه که داخل اوتیت شد. این مجرده که چارج منفی شد، مردم میفهمن منفی منفی رو دفع میکنه یا مثبت مثبت رو دفع میکنه. من نمیفهم که یه اردوش مثبت میشه یا اردوش منفی میشه. به هر صورت چارجشون یک چیز میشه از خاطر یک. بعضی وقتی تو میگی در این وقت دو تا اسپرم داخل میشه. اینه دینجی گفته براتون که the first chromosome is abnormal 20% of the second trimester abortion is due to the aneuploidy. If the first abortion had aneuploidy, اگه اولش aneuploidy باشه 7, 70% of the second abortion will have aneuploidy. خب این تداوی چطور است؟ تداوی زیتر است که در اون وقتی که پیش از اینکه IVF میکنن که 4 حجره است در مورولا میرسه، پیش از غرس از قسمت پلاسنتا یک بایوپسی میکنن و او رو کروموزوم شتایی میکنن که حالی بسیار در IVF و در زفت و در گفت و اینا بسیار جات عمومیت داره. اون رو تعیین میکنن که آیا کروموزوم نرمال است یا نیست. اگر نرمال نبود غرس نمیکننش تا ای که یک دفعه کروموزوم نرمال رو پیدا کنن بعد از بزر غرس میکنن. یا ایسته که اینا رو اکسی میکنن که یک دانه اسپرم intracytoplasmic sperm injection که ما شما ایره در بحث پیشتر دیدیم. اگه هورمونال متابولیک دیساردرز لوتیل فیز دیفکت درش بسیار اختلاف است. اون روز برتان گفتم لوتیل فیز دیفکت اون همیست که یا کارپس لوتیوم وظیفه خود خوب اجرا نمیکنه ایسته که از بین نمیره که در DUB دیدیم که سبب اولاتوری بلیدینگ ها میشه. بسیار مبین از اختلافات است. No real evidence based on recommendation. ببینین که از نظر اویدنس اتر کدام تشخیص تا بال کده نتانستن که آیا لوتیال فیز دیفکت سبب سخت میشه یا یه بی از خودش سخت میشد. پالیسیستیک اووری سندروم at the base of ultrasound, different pregnancy, مگر معلوم میشه که ultrasound appearance ovary که polycystic ovary. مگر ثابت شده که در polycystic ovary اگه شما اینا را induction ovulation بکنین امکانیت سقط از غیر PCOS کده بلندتر نیست. پس انظار اگه حمل گرفت انظار حملش خوب است. اگر متابولیک انارمالی اینی ثابت است که کسایی که insulin dependent diabetes داره as associated with infertility and recurrent pregnancy loss. اینی چیزیست که یکی از ورکاپ هایی که آدم میکنه برز اینا که اگه اینا در مخصوصا diabetes type 1 باشه. type 1 diabetes وقتی که insulin تولید نشده بود کل اگه اینا استریل بودن infertile بودن. بعد از تولید insulin و شوگر وقتی که نرمال شد بعد از اینا نقل داده. خب دیگه anatomic abnormality mostly associated with second trimester losses. 10-15% of women with recurrent pregnancy losses have congenital uterine anomaly. دتا 15% چا از خاطر congenital anomalies. این ایسته که didelphous uteruses, bicornuate uteruses, septated uteruses, دیگه septated bicornuates, septates, partial septates یا unicornuses که نصفش است، یک توب داره. اینا را تشخیصش خوب است، تداویش تا وقتی که استروسکوپ نبود بسیار عملیات های خراب بود، مخصوصا اینه تو یک سپتوم که بود اینی بود یا اینی بود. این دیگه کدام تداوی کرکشن نداره. انظار پرگنسی در didelphous uterus خوب است. در اینا اکثر پرگنسی به سقط منجر میشه. چی میکردیم پیش که ما یک عملیات برام استراسمنت پروسیجر ممکن است شنیده باشین. اینی قسمت آدم
رسکشن میکنه بوزینی رو پس میدوزه این مریض کلش باید پیش از هفته 36 سیسیرن دلیوری شوه اگر رپچرهای را هم در پیش از اینا بسیار زیاد است و انظارشون خوب نیست حال هم را استرسکوپ این هم را استرسکوپ آدم کده نمیتونه اینی بسیار مهمیت داره اینی و اینی و بسیار ساده است اینی را آدم هم را استرسکوپ ریزکشن میکنه اینی را ریزکشن میکنه و مریضا رو در استروژن آدم میمانن معمولا باز آیدی میمانن برای 1-6 ماه استروژن میتن که اندومتریوم پس خدا خوب نشونه ما کنه بعد از او انظار حاملگی در پیش از بسیار زیاد است اشرمن سندروم که میفهمین که انترایوترین سنیکیا است یا التصاقات داخل اندومتریوم است یکی دی ای ایس آفسپرینگ دی ای ایس آفسپرینگ میفهمین چی هست دایتل استل بسترول آفسپرینگ کدام کسی جواب میده بر من؟ ما بگویم برتان؟ بله استاد این خوب است که بفهمید در سالهای 50-60 کسایی که دیابت دارن و حامل میگیرن شما بهتر میفهمین که پیش از اینا سویه استرادیول که گفتیم دیدیم نه در متابولیزم استروئید ها ما شما این رو دیدیم که استرادیول که 3 دانه گروپ او اش داره و از چیز تک از ضعیفترین استروژن هاست سویه استرادیول بسیار زیاد پایان می آمد یک وقت تعقیب دیابت پرگننسی در کسایی که دیابت داشتن توسط سویه استرویال ادرار ما تعیین میکردیم ما در وقت گریزنسی میکردیم اینمی طریقه وجود داشت حال معلوم دار طریقه بسیار بهتر است که به ویش ضرورت نیست این حال چی میکردن در وقت که مریضا را استروژن میدادن دی ایس دایتل استلبسترول که هنوز هم در مارکت است یک استروژن سنتیتیک است بریز مریضا دی ایس میدادن اول پسان باز که دیدن که نه تنها که کدام تاثیر نداره مثل دیست که میگن کسایی که انیوریک باشه برزونا ادرار رو بتن که نوشو جان کنه هیچ در عقل برابر نمه اینال چی شد که پیش اطفال از اینا یک تعداد انومالی های جهاز تناسلی دیده شد حتی در پیش اطفال بچه هم در اپیدیدیموس در خوشی ها و در وز ابنارمالیتی ها پیدا شد در پیش چی ها ام ابنارمالیتی رحم پیدا شد ابنارمالیتی محبل مگر در خود محبل این سارکوما را به وجود آورد که 5-10% از این اطفال پسان سارکوم شدن سارکومای محبل شدن تو خود وزیر بیخی قطع کردن آلی و اطفال دی ایس وجود نداره وقت اینا تولد شدن موضوع یا ولادت کردن یا نکردن یا مردن وجود نداره این در اشرمن سندروم این ترست که در مبانش وقتی که شما دینسی میکنیم متوجه باشین که بسیار زیاد شدید دینسی نکنین که سبب التصاقات نشه این نرمال است التصاق این حالی را در هستروسالپنگرافی هم تشخیص کده میتونین که اینم ببینین التصاقات در اینجا هست جافه چی بسیار خود شده خود کانال اینجا چی شده التصاق کرده باز در هستروسکوپی دیگه بسیار خوبش دیده میشه این التصاق ها دیده میشه این وقتی که التصاقات شما قطع کنین هم اینا انفرتیلیتی هم دارن و امکان داره که اگر حمل بگیرن سبب سقط شوند اینا این التصاقات هم بسیار با خوبی همراه یک رسکتوسکوپ است قطع میکنه شرط نیست کردن بکشش یک آیدی میماندن بر 6 ماه این اینجا ببینیم که یک سپتیت یوتروس است. اینی را قطع میکنند و یک آیدی میمانه برش برای 6 ماه استروژن میته بعد از او انظارش فوقلاده خوب است. اینی چیزایی است که مثلا شما اگر مثلا هستروسکوپ ندارین میتونین که از طریق هستروسالپنگرام میره تشخیص کنید. دیگه معلومدار از فایبروید ها و تومور ها داخل رحم است. اینی در هستروسکوپی یک سلاید است نه فهم چند سال پیش میره گرفته ببینیم اینجا فرایم با کلی
یک فابرایت پر کده یعنی مثل از جیوره که رسم شست کارتون شست یا مثلا اگه ای رقم باشه خود رحم خود کلان کده نمیتونه یا مثلا یک فایبروید به این شکل باشه که تاو خورده باشه گانگرن شده باشه یا ایسته که اینی رحم بالکل سرچپه ساخته باشه اینی ها معلوم دار تشخیص شگادم بکنه بعد از بازیزی قابل تده مثلا اینی را که آدم میکشه آل خواست توسط هستروسکوپی اینه میره کلش آدم میکشه پیشی را ما هستراتومی میکنیم رحم آواز میکنیم پس پس نمیکنیم که عملیات بسیار خراب بود آله هم رای هستروسکوپی کل اگه زینا تداوی میشه. بسیار با چی؟ خب. اینی بسیار جد مهم است. Infectious causes. در افغانستان بسیار ما دیدیم که مریضا را متاسفانه که تداوی میکنن کسایی که سق کدن یا infertility دارن که میگنی از خاطر infection است. مخصوصا از میگن توکسوپلازموزز است یا بروسولوزز است. توکسوپلازموز بروسولوزز است. ایش ثابت نشده که سبب سقط بشه و دومی است که در افغانستان چون بسیار مردم امرای حیوانات به تماس هستن بروسلوز و تاکسپلازموز میگیرن یا پشک زیاد است تاکسپلازموز از پشک میگیرن یا سایتومگالو ویروس از پشک میگیرن منتها اینا را اگه ایمونیتی میده شما اگه خونشان ببینین میگن که برای بروسلوز از مثبت است در حالی که باید آی جی جی و آی جی ام شادن تفریق کنن اگه آی جی ام باشه التهاب عمود دقیق نشون میده اگه آی جی ام باشه معلوم داره میگه که وقت التهاب تر کردن ما یک سروی بسیار خرد دکیر کردیم یک تعداد زیاد کسایی که با بروسلوز دارن اینا آی جی جی دارن اینا امین است در مقابل بروسلوز No significant agent has been proven to cause recurrent pregnancy losses ای جمله امروز American College of Obstetrician and Gynecologists است که کدام evidence از نظر evidence based medicine کدام چیزی نیست ببینیم چی میگه Listeria monocytogenesis causes periodic losses مگر یک سوالی است که آیا میکنه یا نمیکنه مقابلش یک اختلاف است Toxoplasmosis gondii and some viruses مثل روبله که سرخه کانچه است Herpes simplex, measles virus, cytomegalovirus, Coxsackie virus has been linked to sporadic abortion. یک رابطه ش امرای ابورشن نشان داده. مگر evidenceش اتا سینه که از سین پایان است. وقتی که evidence پایان باشه اون p-value از یک بالا میشه. از یک که بالا بود او را فیصله میکنن او را میگن که از نظر probability شده. برای از اینکه کسایی که کوکسکی وایرس هم نداره 15% صدق میکنه دیگه اینا رو ما نمیفهمیم که رای کوکسکی وایرس کرده یا ایسته که خودش 15% شده از خاطر اویدنسش هنوز درست نیست None of the infections has been convincingly associated with recurrent pregnancy loss که آدم یقین بته یا آدم مثلا قناعت بته که اینمی سبب سخت میشه اشتباه ثابت نشده environmental محیطی occupational که وظیفوی است مثلا میگن که کسایی که بیشتر گفتیم وزن برداشتن در یک جای سطلای و میوردارن اونا سخت میکنن factors occupational factors and personal habits عادات شخصی No association between environmental factor or occupational insurance and recurrent pregnancy losses has been established. H Robert Mobanji Malum Nashta. Study results are conflicting on the association of the smoking, use of alcohol, use of caffeine. They may act in a dose-dependent fashion. اگر دوز بسیار بالا را بگیره امکان داره که سبب سخت شوه مگر سبب دیگه انامالی ها میشه مثلا ببینید سموکینگ نیف ما شما خواندیم نخواهیم یا الکهال مثلا به تمام اونم مزاد استباب است که فیتال الکهال سندروم میسازه یا این مثلا ابرپشن میسازه پری ترم لیبر میسازه آی جی آر میسازه
exercise does not appear to increase the rate of sporadic pregnancy losses. تنها اکسرسایزی را که امریکن کالج توصیه نمی کنه که در جای خود خیز بزنند پس مثل کدام ریسمان بازی می کنه. اینی را توصیه نمی کنه. گرچه امروز ثابت نشده کی سبب امکان سخت هستش. مگر در یک ویدیو دارن در ویدیو خود انمی را توصیه نمی کنه. دیگه میگن هر رقم اکسرسایزی که می کنید. آوازی می کنید، میده و انرژی می کنید، اشته هیچ کدام رول نداره. اینا رو مثلا یک نفر میده و پاشبند میشه مفته او سخت میکنه حالا خیلی آدم گفته نبیتونه که این امی از خاطر افتیدن بود برای زیک 15% مردم بدون افتیدن سخت میکنه از او خاطر چون کنترولش آدم وقتی که رو کنترول کردن باز مثل که ریسرچ را که پیشتر براتون گفتم کنترول کردن که دیدن که نه مقابل از او قدر چی نیست همین این ترومبوفیلیا یک تعدادش سبب که تشوشات علقه شدن خون است که یگانه چیزیش که مثلا کلش مربوط هیماتولوژی است که ما میره و قدر چندان نمیفهم less common که لایدن فاکتر است disorder of لایدن فاکتر دیگه اینی میتشن از این پروترومبین است یگانه چیز را که به شما مهم است که سرش متوجه شوید که انتی فاسفولیپید سندروم است. انتی فاسفولیپید سندروم یک فیصدی زیاد ترومبوفیلیا را سبب سقطا میشه. که او را شما میتونید که توسط انتی کاردیولیپین تشخیص کنین و این مریضا را از ابتدای حملشان هر روز 100 میلی گرام مولکولر لو مولکولر هپارین یا برشان میتین خودشان خود ظرف میکنن در زیر جلد خود فوق العاده انظارش بهتر میسازه باز مثلا یک ریسرچ های دیگه نشان داده که هیچ رابطه مقابل لایدن فاکتور و چی وجود نداره خب اناتومیکال دیساردرشه ببخشین انتامک نه آتو امین دیسار درشه انپلایدی انتی باریز خب انتای فاسفولیپید انتی باریز ببخشین ایره خوینه برتم پیشتر گفتم که ایره که پرین بتین اینا درست میشه کلینیکل فیچریکل لاس اف فیتال دیت ان ترومبوسیس خود وقتی که انتای فاسفولیپید باشه خود اویه پلاسنتا ترومبوز میکنه ترومبوز که سبب مرگ میشه میکر پرایمری یا سیکندری autoimmune diseases, diagnosis made by demonstrating lupus, anticoagulation, and anticardiolipid antibody. توسط ازی آدم تشخیص میکنه. در افغانستان ما دیدیم، در کابل مخصوصا، در جاغوری هم دیدیم که همراه هپارین اینا بسیار نتیجه خوب داده. تایراید انتیبادیز، اینی چیزهاییست که برتان نشان میده بر اینا پسان باز یک جدول برتان ساختیم که چی چیزها را آدم باید ورک اپ کنه پیش از اینکه اینا را آدم تداوی میکنه. که کسایی که انتیبادی تایروید داره ممکن است که سبب پرگنسی لاز شود. Most recent evidence does not allow a definite conclusion in association. و ریسرچ هایی که در آخر شده اسوسیشن ما بین انتی تایروید هیچ ثابت نساخته. No treatment option have been proven beneficial. وقتی که باشه پناش با خدا. غیر از اینکه اداپت کنن امکانش نیست خب الیومینش الیومینیسته که خود مادر در مقابل لوکوسایت شوهر چی میشه حساسیت پیدا میکنه آتو امیون مثل که در آرچ میشه در آرچ پرابلم میشه که اینی در آدم در فیمیل پارتنر در فیل تو پرودیس سپرم بلاکنگ فاکتر اسپرم بلاک میکنه اگر یا ایستا کهش عاملگی صورت نمیگیره یا اگر بگیره سخت میکنه خب اگر ای در فیمیل باشه فیمیل پارتنر پرودیسز انتای لوکوسایت تاکسین انتیبادی اگنس پرنتال لوکوسایت اگر هاو
یک تعداد مردم دیگه ازی بالکل منکر هستن. یک تعداد مالفین دیگه میگن که نی کدام رول سیگنیفیکر نداره. ببینیم که هنوز هم مدت تبابت قدر کم بفهمیم، مخصوصا وجود انسان تو یک کمپلکس است که هنوز ما شما از میلیون ها چا پنج تاشه پوره تا بلادم نمیفهمه. Unexplained recurrence pregnancy losses که هیچ آدم فهمیده نمیتونه که کانستیتوشنال است، هیچ کدام علت برش پیدا کنه نمیتونه. And 50% or more of couple with recurrent pregnancy losses, extensive evaluation will remain negative. 50% از این مریضا رو که نمی تمام معاینات بهش بکنید منفی است. ببین باز ما نمیفهمیم که اصلا علت چی است. Therefore, the majority of the patients with recurrent pregnancy losses, 50 to 75%, will have no certain diagnosis. از این خاطر است که بسیار خود در مخصوصا در کابل زحمت نتین. مریضا را فقط برشون تحقین بتین و یک کار بسیار کلان میکنین که بسیار جد ثوابتان میشه که چون شما معلوماتتان اپدیت است و میفهمین این مریضا را باید متحقین بسازین که بر تا اینمی اندازه را هست عزیز زیادتر برای چیز شده نمیتونه که از یک دکتر از یک ماینه خانه در دیگه ماینه خانه از یک ماینه خانه در دیگه ماینه خانه در ما خودم یکی نیب به صدها را دیدیم که از یک ماینه خانه دیگه ماینه خانه هر کدامش نقصه میتن. اینی را اگه شما بکنین کلانترین ثواب بر مردم افغانستان، کلانترین خدمت بر مردم افغانستان میکنین. Live birth دهی کسایی که unexplained است که هیچ هنوز معلوم نیست. Live birth between 35 and 85% are commonly reported in these couple. اینه مثل که پیشن براتون گفتیم مرزار میگه برده که هیچ پشتش نگرد، فقط اینه برش توسیه میکنی که اینه تو مثلا هفته سه شو یا هفته دو شو با هم یک جای شدنه بازم توسیه را که میفاهم برشان میکنین بگه که امکان یزی که شما در ظرف یک سال یا دو سال حامله دار شدین 35 تا 85%. رنجش بسیار زیاد است، ممکن است یک تعداد در اینجا باشه یک تعداد در اینجا باشه، منتها مریض از گیر دکترهای متعدد خلاص کنید. متا انالیسیس روز ما شما دیدیم که متا انالیسیس بسیار زیاد یک ریسرچ خوب است که تمام آرتیکل هایی که رندمایز پروسپکتیو استادیز گفتیم بهترین طریقه ریسرچ رندمایز پرکتس که دو گروپ مشابه را آدم از یکی دیگه جدا میکنه، رندمایز مایتوسیس که فیصدی دیابت و هایپرتنشن هر چیزی که در این گروپ هست با این فیصدی در این گروپ هست از سن و وزن و کلی چیزا، و ایران به صورت پروسپکتیو آدم یک پروتوکول میسازه شروع میکنه به تطبیقش. سجست که بسیار اینی اویدنس از این اویدنس ایست هست suggest that 60 to 70% of couple with recurrent pregnancy losses will eventually have a successful pregnancy. 60-70%شون بالاخره سبب یک طفل ترم برشون بوجود میه که اینی بسیار زیاد مهم است. یعنی ببینین اینی برتون بسیار زیاد خوبه که اگه بخواین در تلفنتون ایره عکسش میگیرین میتونه شده. جنتیک فاکتور ببینید چقدر 2 تا 5% است. اناتومیک فاکتور 10 تا 15% است. که اینی را امکان داره که دم تداوی کده بتونه امکان داره. ایش تداوی نداره. آتو امیون بسیار مشکل است تداویش. کسایی که آتو امیون هستن اینا را چی میکنن که برای کاندوم استفاده میکنن برای 6 ماه تا 1 سال. سبیه انتیبادی در پیش مادر بسیار زیاد پایان مه. اینا رو بعد از او که اینا با هم یک جای میشن یک فیصدی که پورا من یادم نیست که چند فیصدی است اینا عامله دار میشن. ببینید که انفکشن تقریبا از 0.5 تا 5% است، تقریبا 1 یا 2% است که اینقدر رول نداره در که در موضوعات رکورنت باشه. منطقه در افغانستان بسیار مردم امرای انتیبیتیک تداوی میکنن. خب اندوکرین فاکتور 17-20% ممکن است مثلا انتا تایروید هیچ چیز نداره، ممکن است که مثلا اگه کورپس لوتیوم انسفیسینس باشه آدم بتانه یا ایگا پارا یا مثلا
ovulation in the child zero radiation patient. And we've been unexplained, including thrombocytopenia, antiphospholipid syndrome, thrombophilias. کلاگز اینا ده حدود 50% ان اکسپلیند است. وقتی که یک چیز ان اکسپلیند باشه آدم علتش نفهمه، خود تداوی غلط است. این تداوی کردن از این مریضا از نظر میدیکال اتیکس، از نظر اخلاق طبابت فوق العاده. فقط آدم کانسنتریت میکنه اما چیزایی را که آدم بیتانه بوده ایوالویشن میکنه، در غیر از خود گب زدن امرای مریض و مذاکره امرای مریض و برش تشریح دادن، این این به ذات خود یک تداوی بسیار زیاد کلام است. باشیم که چند بجه است. خب، اینه کم مانده یک چی میکنیم. اینه برای اینی جدول باز پشتان باشه. ببینید که گفتم برای کسایی که چی فاکتورها رو باید ببینید. ایتیولوژی، جنتیک است، پرینیتال. Anatomical است پشت دیدین. HCG میکنین، هیستروسکوپی میکنین. اندوکرین است، TSH. دیگه و دیگه انسولین. یعنی می دو چیز از نظر اندوکرینولوژی شما میتونین که پیدا کنین. انفکشن است، نو اوالویشن ریکمندد. ببینید اینی از امریکن. اینی را من دیروز از یک آرتیکلی که نو نشر شده بود و خودشم یک رندمایز پروسپکتیو بود. دو سه روز پیش که براتون روان کردم که ایره اپدیت کردیم. اینی را از اینجا گرفتیم. که هم تازه ترین خبر هم ایست که انفکشن ایچ آجت آتو امیون انتیفاسفلپت سندروم هم میکنین که آی جی جی آی جی ام باشه. خب نان انتیفاسفلپت سندروم اونه او رو براتان گفتم که امکان تداوی داره. خب این بسیار خوردم نشته شده که با زر کدامشه براتان تداویشه میگه که یک تعداد زیاد از اینجا که ببینین ایت تداوی نداره. مثلا کسایی که پی سی او اس دارن چی میکنن اونا رو میگه متفورمین بدین. که خون در بحث پی سی او اس ما شما مفصلی رو دیدیم. انوایرمنتال فاکتور مثلا آدم چی کده میتونه بهش. اینی یک جدولک است که از روی از این اگر فرض این فهمیدین که علتش چی است این تداویش در پیش روید برتان نوشته است. اینی برتان بسیار زیاد مفید ثابت میشه یک خلاصش است. اینا لی رکومندیشن امریکن کالج چی هست؟ اینی اویدنس میگه. When is the diagnosis recurrent pregnancy loss appropriate? چی وقت داده میره دیاغنوز کنه؟ Traditionally recurrent pregnancy loss is defined as 3 consecutive پیشتر دیدیم. The risk of abortion گفتیم که چقدر است. The patient with 2 or more consecutive abortion is recurrent abortion. Maternal age influences the rate of recurrent abortion. Age 30, 25%. Age 40, 50-60%. از اون خاطر است که بعد از سن 35 و نزدیک 40 هم انفرتیلیتی پایان میه، هم فرتیلیتی پایان میه و هم سقط بسیار زیاد بلند میره. Women with recurrent abortion who had successful pregnancy in the past, 10-20% increased chance of successful pregnancy. کسایی که مثلا رکورن داشتن سر از آن پیشن بسیار زیاد میمونه. یک چیز متوجه باشین، یک کسی که یک حمل نرمال داشت بعد از او امکانیت یک حمل نرمال دیگهش در حدود 60-70% است. اگر مثلا یک حمل نرمال داشت و 3 سقط کده بود در دیگه بعد از 2-3 سقط امکانیت یک حمل نرمال دیگه 35% است. پس ببینید اینی کلش از نظر پروبابیلیتی است مثل یک قمار ورست که آیا به صورت امی اسباب شکل دینین از خاطر شده یا ایست که کدام به صورت نرمال پرگننسی اصلا تشکیل نشده. خب should a couple recurring pregnancy last chromosome analysis performed میگه حالا کروموزوم ابنرمالتی رو برش بکنیم، یعنی برتان پیشتر گفتم ماجت زینیست برتان تکرار کنم، این خودتان میتونیم که ببینیم که آیا بکنیم یا نبکنیم. یعنی اینجا میگه couple wants to know why the recurrent abortion اینا رو میکنیم. If one parents have balanced translocation پیشتر برتان گفتم اگه یکیش balanced translocation داشت دیگه شباید دادم اما تخم از این آدم باید دونشن بکنه.
یعنی اینی هم مگه پایز بیشتر است که برتن خلاصه کردیم دینجا. اینه. One study reported that of a couple with recurrent loss, only 2.4% of female partner and 1.6% of male partner with history of stillbirth anomaly has balance in translocation. که بسیار فیصدیش کم است، منتها در فیمیل از میل کده زیادتر است. اینجا 2.4% است، در میل بالانس ترانسلوکیشن. خوی رک پیدا کنین، مولم داد تداوی نداره، غیر ازی کدم ایک دونیشن بکنه. How should the uterine cavity be evaluated? پیشتر برتن گفتم، هیستوسالپنگگرام، هیستروسکوپی، تداویش گفتیم ریسکشن است، retrospective analysis case که گفتیم از نظر evidence based medicine گفتیم retrospective و قدر قیمت نداره که شما برین 100 دانه چارت یا 1000 دانه چارت ریکورنس ابورشن ببینین ببینین علت از چی بوده. خب سر ازم خو یک چی است، یک استادی است، یک ریسرچ است. case series suggested 70 to 80% of women with recurrent abortion and corrected by corneated uterus, که پیشت براتان گفتم, or septate uterus, deliver viable born infant, their next pregnancy. گفتم که اقدر سپتم کدن بکشه, اقدر مفید است که 70 to 80% از اینا سبب یک viable pregnancy میشه. Can, should a woman recurrent abortion be evaluated for luteal phase? No. Luteal phase, امروز دهش عقیده ندارم. خب, should the women with recurrent abortion be evaluated for infection causes? No. Should thyroid test be? Yes. Thyroid test, glucose, بیشتر دیدیم برتن, ایره فقط برتن آستاست خلاص میکنه, خودش سوال میکنه, میگه که بکنیم یا نکنیم. Should women with recurrent abortion be evaluated for antiphospholipid syndrome? Yes. گفتیم که ای قابل تداوی هم است و تشخیص شما مشکل نیست. اینی رو در سمریشه دیگه شد نیست. وقت ما خلاص شده میمانیم که یک کس سوال داشته باشین. در وقت شما 8 بجه شد نی؟ یعنی 7 بجه شد وقت شما. اینی رو سمریشه برتان مانده بیره خودتان میفهمین. که میگه که women with pregnancy losses should be tested for lupus. آه پیشتر گفتیم نی؟ an association between the luteal phase. کلگی تکرار است. منطقه در 2 صفحه برتانی را 1 صفحه ایره اینجا کدیم خلاص ساختیم. The role of thrombophilia and recurrent abortion? Controversial. کلش تکرار است. سمریش برتان پس میگه. اینی باز چی میکنه که main pointش برتان میگه. ایرام خودتان که بخوانین باز اگه سوال آمد از ریاضی بسیار با خوبی شما جواب دادم. تمام همه پوینت های مهمشه براتون گفته. Spontaneous pregnancy losses ببینید with approximately 15%. باز مثلا این در بینید because the risk of subsequent miscarriage is similar among the women that had 2 or various miscarriages and probability of finding treatable etiology is similar among 2 groups. Most experts agree that there is no reason to do evaluation. وقتی که در مابین یا 2 گروپی که مسکریج کده یا نکده مسکریج آیندهش عین چیز است، ایج ضرور نیست. خب اینی دو تا را برتان چی کده بودم او رو باز خودتان بخوانین. فقط هم خلاصه از رو برتان میگه که آیا برای کدام مریض آدم چی بکنه. یعنی باز دیگه آخرش مثلا میگه prognosis will depend on the underlying causes of pregnancy. معلوم دار prognosis مربوط اسبابش است. Prior losses که چند تا پیشتر شد. Patient and physician can be encouraged by the overall good prognosis as even as after 4 consecutive pregnancies. که 4 تا هم loss از بند داده باشن. Patient has greater than 60-65% chance of carrying a next pregnancy in term. برزی که امکان داره که امسی تا 4 تاش کلش ده به اثر تصادف شده باشه. یعنی یک مثال ساده شو برتن میگم. شما دادن 16 پلی رو بگیرین. در سر
پنج تاش نشته کنی نبورشن سر پنج تاش نشته کنی که تفل ترم دا جیبتن بندازید خوب تو شور بتین اینا رو بکشین ممکن است که سه دفعه شما یا بچه و دختره نشته کنین سر شیش بچه سیش دختر ممکن است سه دفعه شما ابورشن بکشین یا یک دفعه ابورشن بکشین یا یک دفعه یک طفل سالم بکشین از این خاطر پروببلیتی در اویدنس بیس میزنن بسیار یک رول بزرگ داره که سبا شد سر از زیادتر گپ میزنیم باز یک آرتیکل امروز من برتون پیدا میکنم که او آرتیکل که من برتون روان کنم بسیار یک ذره مغلق بود متا انالیسیس بود که سبا شد سرش گپ بزنیم که چطور میبینیم که آیا اویدنس از این قابل اعتماد است یا نیست تشکر از این حال بفرماییم یک کس سوال داشته باشه که سرش گپ بزنیم استاد ببخشید من یک سوال داشتم. بفرمایید. استاد در قسمت اشرمن سندروم که از این استاد ما خود شرایط استرسکوپی نداریم. شما باز اینطور وقت دارین که بر ما هم استرسکوپی رو درس بتین کدام وقته؟ ببین خان استرسکوپی رو من دارم بسیار سرشه. من اصلا در این یونیورسیتی فلوریدا اول کسی که استرکتومی رو چون از کل کرده تقریبا سن ما زیاد است. اول دفعه استرسکوپی رو من شروع کردم و بسیار سرش معلوماتم جمع کردیم و سلاید های بسیار خوبشان دارم. منتها استرسکوپی رو توسط لکچر آدم یاد نمیگیره. استرسکوپی رو باید ورکشاپش باشه که آدم در منجا در اتاق عملیات سرش کار کنه یا ایسته که سر مدل در لابراتوار آدم کار کنه. استرسکوپی در کابل نیست نه من فرانسا فخانی فرانسا اگر داشته باشه به کیور ما هرچی کردیم بسیار قیمت بود تقریبا 40,000 دلار بود اگر استرسکوپی در کابل پیدا شوه و مریض جمع کنیم ما یک چاره میکنیم که کسی به شما رو درس بده ما خودم برای من سفر کردن در این وقتا بسیار جات مشکل شده مخصوصا حالا خب ویروس است فرزانه تا یک اندازه فرزانه ولی تا یک اندازه استرسکوپی رو یاد داره ما امروش کار کردیم مگر دستشان از خوب نمید ولی زی که یک تعداد استرسکوپی ها بسیار اختلاطات وخیم داره حتی سبب مرگ مادر میشه مخصوصا که بشن یک هایپوناتریمیک واتر انتاکسیکشن پیدا میشه واتر انتاکسیکشن بسیار خطرناک است از خاطر در لکچر برای زیک تبابت آدم در دستن فیاد نمیگیری گپایی برتان میگم چون شما خودتان تا یک اندازه پرکتیکتان خوب است از او خاطر از ایک استفاده کنین امروز گپ کنین بهتر میشه مگر تبابت آدم در صنف یاد نمیگیره کلشه یک تعدادش یاد میگیره زیادتر باید هند آن باشه شولدر شد شولدر تو شولدر باشه خب بفرمایید بخ گپتان قطع کرد استاد ببخش نمی یک دکتر است بنام دکتر سویلا شاب فکر میکنم دایند خانده اونا استروسکوپی داره اگر مریضا را بشان دکتر سبا روان میکنه من نمیفهمم او پرکتیس شخصی داره بله استاد معاینه خانه شخصی داره در معاینه خانه خود میکنه در اونجا شفخانه هم از در شفخانه در کارت پروان به نام شفخانه اطلس در اونجا میگیره سابق هم اونجا میگرفت از سنفی های ماست باز فعلا از اینجا معاینه خانهش انتقال میکرده نمیفهم کجا رفته مشکل نیست با کورس هستروسکوپی در حدود 10 ساعت است همراه نظری و عملیش مخصوصا کردن فیزیولوژیش بفهم و مخصوصا همی بسته کردن سامان واس کردن بسته کردنش و ازش استفاده کردنش از همه چیز کرده مهم است باید آدم بفهمه که چطور این تمام تیوبا رو همراه که دیگه یک جای میکنه آدم باید محلول هایی که برای اکسپنشن اندومتریوم میشه آدم چطور استفاده کنه چی اختلاطات داره آسان است آدم یاد میگیره خودش کدام جادوگری نیست بسیار آسان است منتها وقتی که آدم یاد گرفت باید از اختلالاتش خبر باشه دیگه باز آسان میشه پرفروشنال یوتریس هست مثلا قدر خطرناک نیست خطرناک ترینش هم نیست که یک واتر انتاکسیکیشن پیشن پیدا میشه مخصوصا باید اگر آدم باید پیش یونیپولر بود حالا بایپولر است بایپولر اختلالاتش بسیار زیاد کمتر است برای ریسکشن ها و برای
دیگر یک چیز دیگر ساختن به نام مایشور، هم رو استریسکوپی آدم داخل میکنه، پالیپا را و مایه ما را به سرش تو میمانه، همین بازی را که در کمپیوتر اطفال خود میکنن که پکمن میگن، که میاید پک 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 یک چیز را خورده میره. اینه میره به نام مایشور میگن، یک توبک از آدم داخل میکنه، به سر رحم، به سر تومور که اینجا یک پیدل دادن پچخ میکنه، پک 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 و توتا توتا خورد خورد کده میره، کش کده میرهش. بسیار ساده و بسیار سیف، مگر آدم باید یاد داشته باشه و یک کم آکور قیمت هم هست. نمیفهم که استریسکوپی تا کدام اندازه میفهم آیا آپرتیف استریسکوپی میکنه یا نمیکنه. اگر آپرتیف استریسکوپی بکنه بای پولر بکنه یا یونی پولر میکنه دیگه نمیفهم. اگه میتونیم که شما خود استریسکوپ ندارین دیگه، وقت قیمت است در حدود کلش 30,000 40,000 دلار تمام میشه، باید مینتیننس از بسیار زیاد مهم است. حالا ما در چی استریسکوپ یک تعداد شما بردم، یک تعداد جان هیزنفیلد یک رفیق ما بود در کور، منتها مینتیننسش بسیار زیاد مشکل است، باید نفر مخصوص باشه کور چطور غمشه بخوره که نشکنه خراب نشه باز ترمیمش، اینا کلش مهم است. در افغانستان خیلی اگه عادت است که یک چیزی رو میسازن باز مینتننسش دیگه ایلا میتن، سرک کابل قنده رو ساختن باز دیگه نمیکنن که چی وقت خراب شد چطور آدم جورش کنه. دیگه خوب است اگه استریسکوپی بکنین، در غیر از اشربن سندروم که اگه چی کنین حاجت از اینه به استریسکوپ کنین، میتونین امرای دی این سی بکنین بسیار، فقط یک کیوریت داخل کنین آستاستا بعد از او باز امرای یک چی سانو هستروگرافی مثلا بسیار خوب است برای تشخیص اشرمن سندروم، از سانو هستروگرافی استفاده کن. استاد میبخشین اجازه است یک سوال کنم؟ نفسه جان بگو. استاد قسمت تداوی مریضان PCOS به خاطر دوام حملشان با متفارمین، استاد امیره میگن تا هفته 20 دوام بتین متفارمین، استاد صحیح هستی تداوی؟ نبیدی متفارمین هیچ وقت هفته 20 کس دوام داده نمیتونه. متفارمین برای عزیزه که سبب آبلیشن شوه. در لکچر پالیسیستیک اووری سندروم بودی؟ بله استاد. خونمو را اگه برتن میگن چون یک جره مغلق بود به دو شو ما او را ختم کردیم، یک شب دیگه باز در سرش گرد میزنیم. متفارمین خودش یک انسولین سنسیتایزر ایجنت است که انسولین سویش پایان میره، وقتی که پایان آمد اندروژن سویش پایان میره، وقتی که اندروژن پایان آمد هایپوتالاموس و پیتوتری از زیر انفلوئنس اندروژن خلاص میشه، گونادوتروپین افراز میکنه و مریضا اوویلیشن میکنه. که بزرگ دیدین که متفارمین تنا، متفارمین امرای مثلا پارلادل، متفارمین امرای مثلا چی کورتیکوستروئید ها، امرای چی چیزا آدم اگه نشد یا امرای تایراکسین دیدین که بسیار یک موضوع مغلق است که یا یک تداوی میشه یا پنج شش تداوی ضرورت است. وقتی که آبولیشن کرد و حمل گرفت بعد از اون متفارمین ضرور نیست دیگه. خواه استاد بمی خاطر جمعیتن میگه به خاطر جلوگیری به خاطر تداوم حمل پیش مریضان میبینید منیجمنت در فالوآپ حمل در نزد مریضان PCOS میگه متفارمین بتن تا هفته 20. باش که من استادت میکنم در اینجا راسن چی رو گفتی که باید نمیگفتی در این جمله پیشترت؟ استاد به خاطر منیجمنت مردم میگن، نه مردم میگن کلمیش، نه یکی گفتی که باید نمیگفتی. خدا کابل در افغانستان بسیار زیاد رو بگه تو گفتی از خاطر PCOS برش میتن. PCOS اصلا هیچ مرض نیست استاد، بخاطر منجمنت حمل گفت مریضانی که کرن تبوشن از سبب PCOS دارن استاد، بخاطر که یک مریض داشته ما و تداوی کردم برش دیگه پریمر انفرتیلیتی 5 ساله داشت PCOS داشت، وقتی که استاد تداوی کردیم نه هم مریض حمل گرفت، باز شرایط قرنطینه آمد و مریض نامد، بالاخره که باز وقتی که آمد مثل تبوشن پیش تشخیص کردیم دیگه و مریض سر کرد. اینا رو استاد با تداوی گرفتیمش
گفتم باش که استاد به این خاطر ممیره دمیجا معمول است متفارمین بر تداوی حمل میتن پیش مریضا وقتی جد ایره مهش نشنیدین و اگر کدام رفرنس کس برای من نشان بده میبینیم که آیا رفرنس قابل اعتبار است یعنی مهش نشنیدیم که متفارمین بر دوام حمل آدم بده برای زی که از نظر فیزیولوژی شما به پی سی او اس دیدین که هیچ رول سر دوام حمل نداره تنها رولش سر اندکشن اوولیشن است و هم در کسایی که انسولین ریسیستن باشن کسایی که هر انسولینیزم داشته باشه آله گوش کنید اگه شما یک تعداد مریض رو به دو گروه این باز در مسیر ایویدنس بیس مدیسن میه اگه شما یک تعداد مریض رو هیچ غرض نگیرین یک تعداد مریض رو دیگه رو متفارمین بتین در دو گروه پیزی مردم عامله دار میشه هیچ آدم گفته نمیتونه که آیره متفارمین عامله دار ساخته یا غیر متفارمین عامله دار ساخته که probability هم امکانیتش متفارمین ثابت شده که برای اوولیشن کسایی که هایپر انسولینیزم دارن برای جنا کمک میکنه در غیر از هیچ متابول نشنیدیم که متفارمین مثلا از امیر سبا میبینم که در برای دوام حمل کنم رو داشته باشه حتی تمامی هایپوگلاسمیک ایجنت میگن که یک تعداد از اینا تراتوجنیک است که در وقت حاملگی اصلا هیچ استدباب نداره که باید دادن بده و مزاد استدباب است متفارمین نیست مگر باز هایپوگلاسمیک ایجنت به تمام اونا مزاد استدباب است که سبب خودشان تراتوجن هستند از او خاطر ما از پیشتان خواهش میکنم که کار ایش وقت نکنین و او که سخت هم کده و از خاطر از این نکده که متفارمین نگرفته او خوب بی از 15% امکان سخت داشت آدم گفته نمیتونه که متفارمین ندادین سخت کده فامانده تانستم برتن؟ ایویدنس بیس مدیسن این از این خاطر مهم است که آدم نمیتونه تشخیص کنه که آیا ایره از خاطر متفارمین بازینال ریسرچ متفارمینه که ببینین که هیچ در رندمایز کنترول استریک شده که ایش در سر دوام حمل کنم تاثیر نداره مگر یک مریض یا دو مریض یا ده مریض ایش بر آدم چیز گفته نمیده استاد میشنوین؟ جانان بفرمایید دکتر استاد ببخشین امی اکتوپیک پرگننسی و مولر پرگننسی دا ریکرنت پرگننسی لاس شامل است یعنی این سوال اول و یکی هم استاد امی خانمایی که هایپر پرولاکتینیمیا داره بله به خاطر از این که حمل بگیرن ما برشان بروکرپتین میتیم نه که سوی پرولاکتین پایان بکنیم استاد در کتاب دیستوتا گفته که تا وقتی که اندوکاردیال تیوب پلسیشن هم میبینین شما برومکرپتین ادامه شده همی آخر گفتان نفهمیدم چی شده؟ اما جمله آخر تانه نفهمیدم استاد به خاطر که حمل دوام پیدا کنه برومکرپتین تا وقتی که اندوکاردیال تیوب پلسیشن دیده شوه برومکرپتین ادامه میتیم اما یگان خانما هستن که تا ماه 5 و 6 یک مریض مدارم میگن که گلکتوری که پیدا کنم باز طفل من نقصان میشه میتونیم این را تا ماه 5 و 6 هم ادامه بدیم برومکرپتین یا نه دکتر گل سعی کنین میگه که you defeat your own purpose یا مثل متفارمین وارز شما پارلادل میتین پارلادل یا برومکرپتین میتین که سویه پرولاکتین پایان برین که مریض اوولیشن کنه وقتی که اوولیشن کرد خود پلاسنتا پرولاکتینش بسیار بلند میره شما اگر بکنید خب برای همه لخص میکنه پرولاکتین پلاسنتا بسیار زیاد مهم است که از سخت جلوگیری میکنه که به نام HPL میگن Human Placenta Lactogen از او خاطر مجردی که طفل مجردی که مریض حمل گرفت و حمل شروع کرد بعد از او هیچ استدباب نداره که شما برش برزی که خوب هایپوتالاموس الچ نه میکنه هایپوفیز و الچ اینا کلی رول داره در سر دوام پرگنسی ما هیچی رو نشنیدیم که کس را شما اوولیشن که میکنید تمام طریقای اوولیشن هم میکنید وقتی که اوولیشن کرد مریض حمل شروع کرد
دیگه حاجت دادن چی نیست غیر از این کسایی که مثلا کنجنتال ادرینال هایپرپلیژیا داشته باشه و رخ میتین از خاطر که ور نتین کورتیزونشون بسیار پایان است اونا بسیار جد های ریسک هستن در وقت تردیدات اینا که از بین برن او خوی یک تداوی همیش است بس که او شباتان گفتم که یک تعداد امراض است که کیوربل است یک تعداد امراض است هیچ کیوربل نیست مثلا یک مرض انتانی مرقه کیوربل است در حالی که ادرینال هایپرپلیژیا کیوربل نیست منتها اینا کلش کنترولبل است دیابیتیس کنترولبل است کیوربل نیست هایپرتنشن من خودم هایپرتنشن دارم کیوربل نیست مگر کنترولبل است بیخی کنترول میشه اینمی ایران فکرتان بگیریم که کسایی که هایپرپرولاکتینمی داره و اونا رو شما پارلا دل میتین برزی میتین کی چی کنه آبلیشن کنه در غیر از او پارلا دل بلند بودنش کدام نقص و ضرر نداره به شما ایز ممکن از گلکتوریا پیدا شده یا امنوریا پیدا شده که بزونه او رو آدم تدایی میکنه امنوریا رو اکثر مریضا بسیار زیاد خوش دارن ما هیچ کسی رو ندیدیم که سر عادت موارخ داشق باشه که الان باید ارما عادت نه بابا بسیار برشون کدام نقص نداره که اینا امنوری داشته باشه دیگه سوالتان چی بود؟ یک چیز دوام گفتین استاد گفتم یک تاپیک پرگننسی و مولر پرگننسی در آرپیل شامل است بله مولر اینا در ریکرنت پرگننسی شامل نیست اونا در پرگننسی لاس شامل است ریکرنت پرگننسی نیستن اونا استاد میبخشین یک سوال دیگه استاد امی تست تشخیصی به تشخیص اوتو ایمیون دیساردر در ریکرنت برشن استاد چی است؟ نفهمیدم تشخیص به خاطر تشخیص اوتو ایمیون دیساردر کدام تستای تشخیصی استاد است؟ کدام دیساردر ما والا نفهمیدم اوتو ایمیون دیساردر استاد اوتو ایمیون میگن اوتو ایمیون گفتم که رولش 1.4 تا 1.5 بود نه تا یا 2.5 بود بسیار کم است و تشخیصش در پیش زنا از طرف چی میکنن برام انتی لوکوسایت انتی بادی رو پیشن تعیین میکنن و او رو تعیین کنین بازدگه اون تداویشون هم مستک که او قدر موفق نیست چون فیصدی از بسیار زیاد کم است هر ریسرچ رو که شما ببینید بسیار اکتداد کم مریضا رو ریسرچ کردن وقتی که کم مریضا رو ریسرچ کردن اون روز دیدیم که هر قدر که تعداد مریض کم باشه میگن power of study پایان است اما قوت استادی و اهمیت استادی بسیار زیاد پایان است از او خاطر اینا رو باز برای یک 6 ماه در کاندوم میمانن باز بعد از 6 ماه یا 1 سال که اگر سویه انتای لوکوسایت پایان آمد میگن امکان داره که اینا حمل بگیرن یا ایسته که سق نکنن مگر نتیجه چندان خوب نیست هنوز پوره تا بال معلوم نشده که تداوی ازی چی است و چطور نتیجه میده همونجا براتان در مون لست که دادیم اونجا که اگر بخوانین مفصل براتان میگه که چی کنه نباش تشکر استاد بسیار زیاد امی لست را که اینجا براتان دادم نی؟ باشه بله اینه اینه اینی لیست داره که براتون دادم خب هر صورتی پاورپوینت از شیر خلاص شده بود باز از سر باید شیر کنیم در اینی لیستتان که بخونین اینه در اینجا میبینین این سلاید های مره؟ بله اینه در اینی سمری براتان میگه دیگه بازده این اینجا براتان میگه که مین پوینت براتان از امی هر علت را میگه که آیا تشخیصش چطور بکنیم آیا تشخیصش امکان داره یا نداره یا ایسته که وقتی که تشخیص شد آیا تداوی داره یا نداره این امی دو سلاید براتان کلش هم میگه تشکر استاد یک سوال دیگه نمیفهم که چقدر جنبه علمی داره یعنی استاد یگان مریضا که میان میگه ما که هم به حساب کرنت اورشمی داشته باشه میگه بچهای ما نمیمونه و دخترای به حساب به
سمر میرسه بعضا بدتر میرسه. این نمی فهم که چه قسم استاد است گپ است. والا دکتر با یاد من نیست، به خیالم که یک چیزی هست در اینجا، به خیالم یک چیزی هست از نظر امی کروموزوم وای کدام رول به خیالم در اینجا داره. من کوشش میکنم که پیدا کنم. ما بسیار سالا شده که ابستریک نکردیم، منتها خواندیم، مجله خودم متواتر خواندیم. به خیال من کدام بیس ساینتیفیک نداره، مگر یک کمک کرده یاد من که ممکن است یک چیزی باشه از نظر کروموزومی. اگه باشم دیگه چی نداره؟ باز تداوی نداره. تداوی نداره. از خاطر بله امکان داره کلش باشه تصادف باشه، اما که گفتم که دادن شانزا پلیر شما بندازین، پنج تاش دختر بسازین، پنج تاش بچه، یا مثلا سه تای دختر و سه تای بچه را سق کنین، وقتی که بکشین ممکن است که در سر تصادف یک دفعه پنج تا دختر برای در بچه ها کلش سق برای. اینی را ایوالویشنش و ثبوتش که آیا از سر تصادف است یا غیر تصادف است بسیار جد مشکل است. استاد ببخش یک سوال دیگه یاد مامد اگر اجازه تان باشه. آخر جدا. یه امی بعضی از مریضا استاد بعضی دکتر صاحب هست که میگه دوای بچه برشان میتر 20,000 پی مریض میگیرن، میگه اینه بی بی اگر بچه نبود باز پس بیام این پیسه خود بگی. استاد به دوای بچه چه رقم هست؟ شما یاد دارین این مورد معلومات داده میتونه؟ دکتر اگر معلومات بسیار خوب برد میتونه. اول خوش شما عجت از این نیست که دوا بتون بدش. یک چند پاکت از بوره پر کنین یا از یک پودر دیگه برش بتین که اینی رو بخو. 50% از این خانش بچه میشنی که بچه شد والا میگه این پودر خانه مرو بچه ساخت. یا میرن پیش یک ملا تاویز میگیرن، میگن که آیا بچه شد. یا اینال این مردکه 50% امکان داره که 20,000 افغانی از رو دزی کده باشه. دوزی مطلق است. از این که در پیسه حرام دیگه هیچ وجود نداره. این حاله که میگه بیا پیسه که اگر دختر بود باز پیسه شو پس میته، معلوم دار 50% وقت این پیسه رو پس نمیته دیگه. این بسیار یک جنایت کلان است. اگر وقت داشته یک 4-5 دقیقه من براتون میگم که سرزی چیزی سرد شده. وقت دارین براتون بگویم؟ آه، صحبت بگویم. وقت ماینه خانه خوانه از نیست وقت هست بشه. استاد صحبه است. سرازی امریکن کالج آف اپساتر گانکالوجی یک کوهارت ستدی کرده. کوهارت ستدی رو روز دیدن که چندین سنتر شریک میشن زیر یک پروتوکول یک موضوع را به قسم پروسپکتیف یعنی رندمایز پروسپکتیف مطالعه میکنن که تعداد مریض باید زیاد شود. اینا چی کردن؟ در 22 مملکت امریکا، در اروپا، در چندین مملکت، در آسیا اینا این پروتوکول شروع کردن. دیدم که پیش چی آدم بکنن که امکان بچه و دختر فرق کنه. اینا فهمیده شد که هیچ امکان نداره که این تناسب آدم تغییر داده بتانه. خب چرا؟ برزی که اول خب میگن ممکنه سبکان داره به اثر تصادف باشه. خب به اثر تصادف که باشه خب باید ما بین 100 دختر 100 بچه باشه. در حال که شما اگر 1,00,000 بچه و دختر 1,00,000 ولادت ببینین ما بین 100 دختر 105 بچه است. خب چرا؟ برزی که خداوند امتر میگن ایره دیزاین کرده ایره باز این پسند برتان میگن که بازی رو چطور نتیجه گرفتن. خداوند هم تو دیزاین کرده که از نظر جنگ ها و تصادمات و کارهای شاقه وفیات مردا از زنا کرده 5% زیادتر است. پس هیچ زن به شوی نمانه و هیچ شوی به زن نمانه. خب اینا اقسام چیزها رو اینا شروع کردن که اگه شبه که بتونیم حتی تنها وقت شما این کار کرده میتونین تناسب بچه و چرا که وقتی امنیوسنتیسیس بکنین اگر کروموزومش ایکس وای بود یا ایکس ایکس بود او را سقط بتین باز انتظار بکشین که دیگهش ایکس وای میشه یا نمیشه. خب در حیوانات چی کردن؟ کروموزوم وای از کروموزوم ایکس کده وزنش زیادتر است. در حیوانات ایره سنتریفیش کردن
سنتریفیوژ بسیار شدید 10,000 راند پر سکند کرده. این حاله چون وای کروموزوم گرنگ بود ایده پایان ترسب کرد و اکس کروموزوم در بالا ماند. این حال از بسیار استفاده معقود کردن. اکس کروموزوم که برای گوای شیری انسمنیشن کردن. 90% گوای ماده و شیری به وجود آمد. پایان شک کردن. برای گوشت تقریبا 90% از اینا گوای نر به وجود آمد که در انسان ها هم وای از اکس کده گرنگ است وزنش. در انسان ها هر قدر که سنتریفیوژ کردن اکس و وای جدا نشد. خب اینا لازی چی نتیجه گرفتن؟ در از یک آرتیکل بسیار سفسطهی یا بسیار همونطور چی sophisticated نوشته کرده. گفتن که ببینین ای تناسب بشر هیچ وقت تقدیم داده نمیتونه. برازی که اگه تطبیق بتن. در افغانستان چند فیصد مردم بچه میخواهن؟ اقلا 90% خو میخواه بچه نی؟ بله. در ممالک غرب هم دمی امریکا هم که ببینیم مخصوصا در جایهایی که زراعتی استن 80% بچه میخواه. اگر شما این تناسب تغییر بتین بعد از 50 سال دنیا انفلاق میکنه. برای یک دانه دختر 50 دانه بچه آزر است. ببینین که از این چی پرابلم های با وجود نه و نسل آینده چی رقم میشه. از او خاطر است که این تناسب هیچ وقت دادن تغییر داده نمیتونه. حالا ممکن است شما بفهمید من خودم 4 تا دختر دارم. در کابل مردم هیچ باور نمی کنن که من دکتر نسایی باشم و 4 تا دختر داشته باشم. که باز من میگم برشان که من که دوای بچه بتیم من خودم باز میگن که نه هیچ قبول نمی کنم. باز که میفهمم باز عکس شب برشان نشان میتونم. باز میگن خب البته که از طرف خداست. معلوم دار از طرف خداست. مثلا بیادر دیگه من 7 تا بچه داره. از او خاطر اگه به صورت عموم ببینین تناسب بچه و چی 105 مقابل 100 است. هیچ وقتی کسایی که کار میکنن گفتم که از این کده پیسه حرام در دنیا نیست. مثلا مجلایی که عادی است که بخونین مثلا در ریدر دایجست که یک مجله بسیار مهم است. مثلا نوشته میکنن که اگر شما روز 3 شنبه باشه با زنتان یک جای شین و در پولی راست باشین یا مثلا یک تعداد ملاها میگن که در روز 4 شنبه در پولی راست هم به خانمتان خوشه و یک بسم الله الرحمن الرحیم و نمیفهم فلانی دواره بخونه. نی اصلا اراده خدا نرفته کیره باید آدم تغییر داده بتنه. ای که تاویز میتن آجه تاویز نیست. شما برین این مریضه بگین که اینمی بیا که مثلا شکم دست بکشم اینمی بچه میشه. شما 50% راست از گپ کن. 50.5% راست است. از او خاطر است که ایره با تمام منازعه که استفاده سو شده و شما فقط برای مریضا ایره تشریف بکنید. می فهمید که در افغانستان در جاغری او سال 2 سال پیش یا 1 سال پیش یک اول باری را شده بود نوارسی کرده بودن دختر بود این مردکه خیست دختر خود امراه زن خود کش که تو برای من دختر آوردی. و زنان در جاغوری پیش ما آمدن بسیار زیاد شکایت کردن که ما پیش شوارای خود بسیار زیاد به تکلیف هستیم که ما را میگن که تو چرا بچه خانیت نمیشه یا 2 تا دختر شده. باز اونجا یک رادیو جاغوری دارن که بسیار زیاد مفید است برای تنویر افکار عامه. 300 کیلومتر یک چیز رادیوس شست. ما در اونجا 2 دفعه مصاحبه کردم برشان گفتم که نه او برادرها بچه شدن دختر شدن هیچ به زن مربوط نیست. این مربوط شوهر است. این رو موزم مردم از طرف شوهر میه و تخم زنم از طرف شوهر میه. بعد از او ایک قدری زنها خوشی میکدن که والا ما رو از غم خلاص کردیم. چون اینجا ما بسیار کار کردیم یک ذره گپ ما رو قبول میکنن فکر میکنن که گپ از این درست است. برتان این معلومات یک ذره دلچسب بود برتان؟ بله خیر بود استاد. شکر استاد. خود دیگه بگوین کدام چیزی باشه؟
استاد محترم ما یک سوال دارم زیاد منتظر ماندم برای زی که دیگران سوال های خدا میکردن اگر استاد امروز وقت نباشه روز دیگه زیاد میباشه سوال میکنم هیچ کار ندارم نشنیدین که میگن آدم بیکار یا غر شوه یا بیمار من حالا با آدم بیکار هستم خدا خیرت خدا نکنه استاد خب بگو استاد محترم یک سوال دارم ای که امی انتی فاسفولیپید انتی بادی سندروم استاد که تشخیص میشه سه انتی بادی تست میشه نه استاد انتی کاردیولیپین لوپس انتی کوگلانت و بیتا دو او یک ذره باقی مانده شاد رفته استاد لوپس بکنین امرای انتی کاردیولیپین نمی کفایت میکنه بر تشخیصش یعنی استاد امی دو تا کفایت میکنه یا اگر یکی از یام شوه سیسته استاد؟ نه امی دو تا بلکل کفایت میکنه حتی یکیش امی یک انتا کاردیولیپین برزی ما خودم قدر دهی تجربه ندارم من یک دخترم انتا فاسفولیپید سندروم داره داشت او سه دانه سخت کرد بعد از که تنها انتا کاردیولیپینش چی کردن که بسیار زیاد بالا بود بعد از او خود دو تا تفلک داره از اون شروع تا با آخره خود لو مولکولر هپرین یا چی یعنی پیشکاری میکرد 100 میلی گرام اون دو تا طفل سالم خانه شد یعنی استاد اگر تنها انتی کاردیولیپین شوه خیر است اگر استاد گفت بلند بود دیگه داره مریض مشکل صحیح استاد من در کتابم خوانده بودم که گفته بودم یه انتی کاردیولیپینش زیاد مهم است ولی نگفته بود که ایره تنا بکنین حالا که شما شنیدم دیگه امور تنا بکنیم صحیح انتی فاسفولیپید که بکنین انتی کاردیولیپین اینه می کفایت میکنه تشخیص میکنه در اینجا استاد صرف در شفاخانه فرانسوی انتی کاردیولیپین میشه او رو کراچی روان میکنه پاکستان دیگرایش نمیشه دکتر گل ما برتون بگویم ما خو با اصطلاح کلک راسگو هستم خوب از اون خاطر من در افغانستان چندان خوب نمیبینن هم یک تعداد دکترها خوب نمیبینن هم حکومتش خوب نمیبینن دمی 20 سال ما سر خود در سنگ زدیم و به 100 دروازه دویدیم و کوشش کردیم که اگه شوه که شما هم تبابت افغانستان جور کنین بد پدری یک دانه انتا کاردیولیپین دارد که ما او رو باید پاکستان روان کنیم به میلیون ها و صد ها میلیون دلار آمد هیچ کس یک چیزی نکرد مرا خود فاطمی مرا گفت که امم سال گفت 37 میلیون دلار برای ما برای ایژوکیشن آمده ما پروگرام تخصصی او بی جی و این چیزی که در چی تطبیق کرده بودیم و موفق بود در کیور او تمامش ساختم این قد نوشته کردم کلش برش خواندم که در شروع کنیم در شفاخانه یک چند روز در شفاخانه ملالای شروع کردیم یک وعده خود وفا نکرد او بودجه از او در بر 3 سال 5 میلیون دلار بود به 5 میلیون دلار شما 10 نفر متخصص تربیه میکردین امرای تمام موضوعات لابراتواری و ایمیجینگ و لپراسکوپی و کل چیز هم در اونجا آماده میشه نکدن دیگه گردن از اینا تا با عبد پیش خداوند و پیش مردم افغانستان بسته است حال خدا کنه اینا شروع کردن که میشه یا نمیکنه ما گمان نمیکنم که اینا چیز بتانه خداوند جزا میتیشان استاد دیروز در پنتون داخل شدن کل شاگردای پنتون ای قسم یک رقم کشته بودن استاد که دیدم امروز در خبرها دیدم بله هست یک وضعیت بود استاد دیگه بیچاره دشت برچی نرفتن در اتاق ولادت مریضایی که در لیبر بودن و حامله دار بودن کشتشانه یا خب مسلمان کلش میگن که قرآن شریعت گفته که باید ازارا و اینا کشته شوه ما اسلام کلگی امروز به زعم خود و به مفاد خود تعبیر میکنن و مردم بیچاره و مسکین ما روز به روز شنیدیم که انترویر طلوع امرای داکتری که امرای طالب هست یک بدبخت آدم است
استاد ریش منحوس داره که چی بیماله، ما خو از ریش بیخی منکر شدیم. خو از او پرسان کرد که شما چطور اطفال بیگناه را یتیم میسازین، زنها را بیوه میسازین، خانه را از بین میبرین، مردم بیچاره و غریب شما تک تک میکنین که هیچ اینا مردم رعیت هستن. گفت که خو فتوا داده شده از طرف چی؟ ایمن الزواهری فاتیا داده شده، فتوا داده شده. اول ایمن الزواهری خودش دکتر چشم است، تو رو به فتوا چی؟ بوزینا برش اقرار پیدا میکنه که فتوا داده شده که در جنگ در آتش که آمد در جنگل تر خوش میشوزه. و خدا در غضب خوب کنه تن تر خوش که چیز شما یه اطفال بیچاره را در میبینه ولی از چشم دم خون میپره که را در میبینه. شما خوش که هیچ نسختاندین کل ترهای بیچاره را، کل افغان ها را دی وقتا کشته میرن استاد. و اینه می آدم استاد حالا خود دیگه چاره بری آدم استاد آداب گپ زدن یاد نداره می آدم که امی دکتر که گپ میزنه سخنگویشان است یا هیچ کدامش آداب گپ زدن یاد نداره. ما امروز جا ما جان روزها را ششتیم، شوار را امروزشان گپ زدیم، در افغانستان گپ زدیم، امروزشان در پشاور امروزشان گپ زدیم. اینا مثل روبات وارستن، اینا اصلا هیچ یک منطق نداره. یکی که میگن طالب هستن، ما عالم دین هستیم، ولی اگه یک از اینا از دین خبر باشن، یک از اینا از دین خبر نیستن. اگه از دین خبر باشن خداوند چطور میگه که شما برید مردم بیگناه رو بکشین؟ آفرین شان استاد، ولی گیوان آدم کشته بتانه یک دانه مرچه رو نمیتونه آدم بکشه، در سرش پای خدا بانه که ای جانش از بین بره. آفرین از یا که یک انسان میگیرن میکشن دیگه، راستی که استاد یا هیچ منطق نداره، نقل نداره اصلا. شما بهتر بفهمین که آیات شریف است که اگر شما یک حیات از بین ببرین مثل عزیز که کل بشریت از بین بردین، و یا یک حیات اگر شما از مرگ نجات بتین مثل عزیز که کل بشریت از این. می آیت با صورت واضح میگه که مثلا وظیفه دکتر که یک مریض از مرگ نجات میده مثل عزیز که کل بشریت از مرگ نجات داده. یا مسلمان به هیچ صورت نیستن. سر ما پالتیکس گپ زدین امشب. میبخشین استاد وقتتان گرفتیم. نه وقت ما هیچ نمیگیرین. اگر کدام سوال دیگه دارین بگوین. نه استاد فعلا وقت استراحتتان است، شب خوش برتان میخواییم استاد. وقت سنست خود از بجاست، ما تا 12 تقریبا خوانه میکنیم. خوب بسیار خوب، روزتان خوش، سبا شو. ما شما پس سر evidence based medicine یک ذره پرکتیس میکنیم، اکسرسایز میکنیم، چطور است؟ انشالله انشالله. برای اینکه اینال باید از بفهمین که از نظر شواهد دادم چطور گفته میتونه که اینی دوا تاثیر کرده یا خود از سر خود خوب شده. درست است. شبتان خوش. شب شما خوش. خداحافظ. خداحافظ.